من مادر ندا ناجی هستم. 11 اردیبهشت روز کارگر دختر من دستگیر شده. در مورد من و ندا خیلی ظلم شده، اجحاف شده و هیچ گونه مسیری که بخوام به بچه‌ام برسم به هم نشون ندادن. روز اول همه رو برده بودم وزرا، من گفتم انشالله آزاد میشه چون هیچی نداره. فرداش خوشحال بودم، گفتم حداقل امکان داره فردا آزاد بشه، که نشد. برده بودنش قرچک و پس فرداش دوباره امیدوار رفتم که کارهای کفالتش رو انجام بدم، که به خود قاضی پرونده رفتم کفالت رو بدم، گفتم حقوق من اینقدر. گفت اشکالی نداره. گفتم بازنشسته. گفت اشکالی نداره، اب نداره، قبول میکنیم. اومدم کارهای کفالتش رو انجام دادم. وقتی که رفتم پیش قاضی پرونده که کار پایانیش رو انجام بدم، به من برگشت گفت که دختر شما. گفتم دخترم ندا ناجیه. گفت دختر شما که آزاد نمیشه. گفتم چطور، مگه میشه؟ آقای قاضی الان خودتون حکم چیزشو دادین، این کفالتشو امضا کردین اینا. گفت نه، من آزاد نمیشه. بعد گفتن که نه یه دو تا از سفرسای دیگه اومدن گفتن که نه، گویا آزاد میشه. با همین آزاد شدنه و نشدنه، با همین مجهولات، ولی کار کفالت رو انجام دادم. بعد آماده بودم که برم شهر ری، یک ساعت بعد خود قاضی پرونده زنگ زد، گفت خانم ناجی شما نرین، دختر شما تا زمانی که ما بهتون اطلاع بدیم تو بازداشت ما میمونه. بعد بهش گفتم چرا؟ گفت خداحافظ. خداحافظی کرد. من بلافاصله با حال واقعا حال زارم بلند شدم رفتم چیز شهر ری، که اونجا به من اصلا گفتم بچت اینجا نیست، نیومده، نیوردن. بعد دیگه مجبور شدم که تمام روند کارایی رو که انجام داده بودم اونجا توضیح بدم. انقدر التماس کردم، بعد 2 ساعت اونجا به من تازه جواب دادن که آره دخترت اینجاست، اما فردا ساعت 9 صبح میره اوین برای توضیحات. اصلا منو راه نمیدادن تا 22 روز من از روند پرونده بچم واقعا بی خبر بودم، واقعا مسلسل بودم. رفتم بالا داد و بیداد کردم پیش سربازا، جواب نمیدادن. تا اینکه یه روز به من گفتن که بیا بالا. بعد 22 روز به من گفتن خانم بیا بالا، قاضی باهات کار داره. رفتم بالا، گفت که به بچت اتهام اینجوری زدیم که اقدام علیه نظام و اینا، که اصلا اینا این برچسب به بچه من نمیخوره. درد من مادر رو گفتن خطرناکه، خطر داره واقعا. درد یه زن رو تو جامعه مطرح کردن خطره؟ خطر به چی میگن؟ این نمیفهمم من. چرا هر چیزی که میشه میبندم به اقدام علیه امنیت ملی؟ مگه ما ملت نیستیم؟ ملی نیستیم؟ مگه ما اینجا زندگی نمیکنیم؟ به هر مرجعی که بگی نامه دادم، به هر جا که فکر کنین رفتم، به مجلسم رفتم، گفتم که این اتفاق مگه چقدر مگه پیامد داره که بچه من اونجا باید اینقدر تاوان پس بده؟ تا حالا هیچ از هیچ مرجعی من یه جواب درست درمونی نگرفتم. وعده بعیدای قاضی واقعا خستم کرده و تا الانشم واقعا مستصلم، اصلا نمیدونم چیکار کنم، به کجا ببرم دردم و به کی بگم. فقط واقعا میخوام که همه مطلع بشن از وضعیت من مادر، که بچه هم واقعا وضعشون تو خرابه. پاش درد میکنه، دیروز باش صبح کردم گفت پام درد میکنه، آسم داره، مشکل داره. واقعا وضعیت بچه هم معلوم نیست، همش قول و قراره علکی، وعدای علکی، خدا رو خوش نمیاد. من نمیدونم این چه قانونی، این چه وضعیتیه، چه لذتی میبرن از اذیت کردن مادرها. من که سیاسی نیستم، من که مشکل ندارم، چرا با من قبی احترامی بی حرمتی میشه؟ به تبع اون به بچه منم بی حرمتی میشه، بی احترامی میشه، خدا رو خوش نمیاد. واقعا من نمیدونم چجوری کجا برم دردم بگم، به کدوم مرجع برم که واقعا به دردم برسه. منم یه ایرانی ام، بچه منم یه ایرانیه، ما که غریبه نیستیم، ما مال همین سرزمینیم، مال هم مردم همین جاییم.